با نام خدا و با عرض سلام حضور بینندگان عزیز و ارجمند. همونطوری که به خاطر دارید در برنامه گذشته ارتشبد حسین فردوست مسئله ورود نیروهای خارجی به ایران رو در زمان جنگ جهانی دوم تشریح کرد. اکنون از وی میپرسیم که آیا در زمان ورود اون نیروها از طرف رضاخان و یا دولت ایران دستور مقاومت داده شده بود؟ و اگر داده شده بود چگونه و به چه نحو؟ بله سر با صراحت دستور مقاومت داد و دلیلی که برای ولیعهد آورده بود این بود که البته نه اینکه با او بحث بکنه، ولی گفته بود که خب من که مثل اینکه کارم تمامه، خب اقلا دیگه اینجا نیام بگم که قشون ایران اجازه ورود میدهد، خب دستور مقاومت میدهد. حالا این مقاومت به هر نتیجه میخواد برسه، برای من و زندگی نامه من بهتر است. این حرفی بوده که دقیقاً به ولیعهد گفته بوده و به اضافه همونطوری که عرض کردم اطلاعات نظامیش در همون رده‌هایی بود که میدونست، برفرضم که بیشتر از اینها میدونست شد همین تصمیم باز میگرفت، یعنی میدونست که مقاومت غیر ممکن است، باز هم همین تصمیم مقاومت رو میگرفت ولو برای یه روز، دو روز، سه روز. وقتی که اینها حمله کردن در همون ساعت 4 صبح روز 3 شهریور، او دستور مقاومت به ارتش داد. خب هر کدوم همونطوری که عرض کردم امریکایی‌ها از جنوب آمدن با یه لشکر، اون کشتیری که ناو جنگی غرق کردن که ناخداش پایندور بود، بعد نیرو پیاده شد، نیرو پیاده کردند و البته این گزارشات تلفنی بود که اکثرا خود من هم به دلیل اینکه نزدیک دستش بودم، نزدیک بودم، میگو به رئیس ستاد تلفن کن وضعیت از چه قرار است، یا مثلا با فلان شهر تماس بگیر بپرس. رضا شاه میگفت؟ نه اینکه بنده تنها وسیله باشم، اما خب چون اکثرا همون نزدیک ها بودم، کاخ ولیعهد و کاخ رضاخان چون صد قدم هم فاصله نداشت، بعد هم هر وقت ولیعهد حرکت میکرد میرفتم 50 قدم پشت سرش میایستادم، بود که گاهی احضار میکرد و اینطور برو سوال کن که مثلا کجا رسیدن. اطلاعاتی که دیگه اونها میدادند رئیس ستاد میداد که اینطور گزارش داده فرمانده لشکر تبریز یا فرمانده لشکر، اینها خب تا چه اندازه حقیقت داره، برخیاش باید حقیقت داشته باشه که در منطقه آذربایجان به طور کلی هیچ گونه مقاومتی نشد و لشکرها حتی تفنگ‌ها را به زمین گذاشتند و فرار کردند، به کوههای کردستان پناه بردند. افسر و سرباز و از بالاترین رده تا پایین‌ترین رده افسران و درجه داران و
سربازام که معلوم بود که باید دنبال مافوق خودشون باشن، ولی اینکه اسلحه رو چرا روی زمین گذاشتن، یا اکثرا میشه گفت، حالا بخوام دقیق تر باشیم میشه گفت تماما، ولی اکثرا سلاحاشون رو به زمین گذاشتن و فرار کردن که سبکبارتر باشند برای فرار. اونجا هیچ گونه در اون محور هیچ گونه مقاومتی نشد. بعد باز کسب اطلاع شد کردم، گفتن که تیپ گیلان به فرماندهی سرتیپ قدر یک توپ شلیک کرده به روی ناو یکی از ناوهای روسی و به هدف خورده. حالا اون کشتی غرق شده یا نه دیگه این مسئله دنبال نشد، و آیا در اون موقع که توپ اصابت کرده سربازان حمل میکرده یا اینکه سربازان پیاده شدن پهلو گرفته بوده، این تنها نقطه شجاعت این قدر میدانستن که بعدها هم به عنوان افسر شجاع برای همین یه گوله توپ معروف شد. در شمال در مقابل روسا هرچی واحد در یه واحد بود در مرزان آباد، اونها خیلی منظم زدن به کوه‌ها، یک هنگ بود در اونجا، زدن به کوه‌ها و مسئول بودند و خودشون رسوندند، و چون جزء واحد لشکری یک به فرماندهی کریم آقا خان بوزرجمهری بودند، خودشون رسوندن اونجا که بنده شخصا دیدمشون، یعنی واحد با فرماندهش دیدم، منظم آمده بودن، وسایل خودشون آورده بودن، سلاحشون آورده بودن. این هم به این ترتیب عقب نشینی کرده بودند. لشکر مشهد گفتند که با هر چه وسایل موتوری در اختیار داشتند، حتی با وضع عجیبی که البته با هیچ نظم و ترتیبی منطبق نبود، به طرف کویر فرار کردند که فرمانده اونها سرلشکر مطبوعی بود. بعد در مورد فرارشون به طرف کویر این تردیدی نیست که خودشون رو به جای محفوظی رسوندن که در دسترس نیروها نباشن، از جاده هم خارج شدن و گفتن واحدهای جلودارشون هم به بندر عباس هم رسید، که اینا حاضر شدن که 1200 کیلومتر 1300 کیلومتر دقیقا نمیدونم یه همچین مسافه دیره طی بکنن، یه تعداد از واحدهای همین لشکر مشهد تو بندر عباس پیداشون شد. این مربوط به شمال بود. حالا علت این وحشتی بود که اصولا در واحدهای نظامی یا به طور کلی در افکار عمومی از روس‌ها ایجاد کرده بودن که اینا چنین میکنن و چنان میکنن، قسی القلب هستند. این در جنوب هم چون خاتمه نیافت مسئله موضوع، پس از اینکه امریکایی‌ها نیروشون رو پیاده کردند
در یه محور، روس‌ها در چند محور آمدند. عرض کردم محور تبریز، محور انزلی رشت، محور گرگان و محور مشهد. اونا نیروهای زیادی احتمالاً وارد کردن، به هر حال در چهار ستون. امریکایی‌ها صرفاً در یک ستون در خوزستان پیشروی کردن. از تعداد واحدهاشون اطلاعی در دست ندارم، چون گفته نمی‌شد. در اونجا میگوین اون لشکری که در خوزستان بوده در تعدادی، در دو سه محل تیراندازی هایی به روی نیروهای امریکایی کرده و تعدادی تلفات خیلی مختصر، البته اینم میگفتن که تلفات مختصری به طرفین وارد اومده، ولی از دست از مقاومت برداشته بودند. این در محور قصر شیرین باختران که انگلیس ها انتخاب کرده بودند. این محور از عراق به اونجا آمده بودن؟ بله، در عراق مستقر شده بودند، بعد از عراق وارد ایران شدند، در همین محور، اونم در یک محور آمدند و اکثر نیروهاشون هم نیروهای زرهی بود، چون منطقه کوهستانی بود. بیشتر پیش بینی می‌کردن که ممکن است تلفات زیادی وارد بشه، به هر حال اینطور تصور می‌کردن. اینکه واحدهای زرهی بیشتری داشتن. این ستون در یکی از گردنه ها، بنده میتونم کدوم نام گردنه برده نشد یا برده شد بنده به خاطر ندارم، یکی از گردنه های خیلی صعب العبور منطقه. چند تیر توپ به طرف این ستون که رو جاده حرکت میکرده از طرف ارتش ایران تیراندازی میشه و موقتا ستون متوقف میشه. یعنی خودش رو از تیررس خارج میکنه و بعد به وسیله دور زدن این مقاومت رو در این گردنه از بین میبره. احتمال اون طوری که گفتن در حدوداً 2 تا 3 ساعت توقف در اونجا داشتن، ولی وضعیت چنین بوده که مثلا همون فردی که پشت اون توپ بوده بقیه فرار کرده بودن، رفته بودن. یه گورهانی مثلا یا یه آتشباری در محل مونده بوده، اونا هم یه چند تا تیر خالی میکردن، همین که میدن ادامه داره خب توپ هم میذاشتن و فرار میکردند. اون هم پیشرویشون رو ادامه دادن، آمدن در یه مسیر بعدیش رو. بعدها شنیدم که از مسیر ساوه به میونبر زدن قوم و از قوم وارد شد به حومه تهران خودشون رسوندن. از نظر پیشروی در همین زمان که احتمالاً، یعنی همین گزارشات که به رضا خان میرسید، همین حدود که عرض کردم، رضا خان دستور آتش بس داد
بعد از 48 ساعت یا 3 روز، درست خاطرم نیست، بین این دوتاست، یا 48 ساعت یا 3 روز دستور آتش بس داد و در این موقع البته تهران رو به وسیله دو لشکر که قوی ترین لشکرهای ارتش بودند، یه خط دفاعی رو تالور تهران کشیده بودند. این دور تا دور تهران کشیده بودن، لشکر یک در غرب و قسمتی از شمال و جنوب، قسمتی از شمال و جنوب، و لشکر دو در شرق و قسمتی از شمال و جنوب تهران. البته فاصله شون از تهران زیاد نبود، از کنم که جلودارهاشون ولی همین لشکرها مثلا در اون قسمت غرب که بنده مشاهده کردم تا ورود کرج پیشروی کرده بودند، ولی خود خط در حدود ترشت و مهرآباد و در همین حد فاصله، و تو اونجایی که خانه وجود نداشت، بیابان بود، شاید چندین کیلومتر هم از تهران خارج شده بودیم تا به اینجا رسید بود، اینجا رسیده بودند. این دو لشکر همطور که عرض کردم مجهزترین لشکرها از نظر سلاح و کاملترین لشکرها بودن از نظر تعداد، که جمعاً 40,000 نفر می شدند از مجموع 100,000 قشون ایران، و 40,000 نفر اینها فقط در تهران مستقر بودند، بقیه در سطح ایران. و این هم خب روی نقشه های خود رضاخان بوده است که در پایتخت به هر حال باید بزرگترین نیرو به نظامی در پایتخت بشه برای حفاظت خودش و رژیمش. این که شاید بهتر بود یک کمی زودتر بعد به عرضتون برسونم، همون روز که روز سوم شهریور که تجاوز آغاز شد، به وسیله این سه نیرو فرماندهی کل قوا رضاخان به پسرش واگذار کرد. و ولیعت هم بلافاصله یک ستاد خصوصی تشکیل داد در خود کاخ سعدآباد از حدود 15 افسر از سرلشکر و سرتیپ و سرهنگ. من هم با درجه ستوان یکمی جزء این ستاد خصوصی بودم. علت این که در موقعی حساس فرماندهی رو به پسرش داد چی بود؟ منظورم اینه که آیا چه عواملی باعث شد که این تصمیم رو بگیره؟ عرض کردم که خود رضاخان خوب میدانست که از مسائل نظامی به اون فرم جدید مطلع نیست. پسرش لااقل دانشکده افسری طی کرده و مقداری مسائل تاکتیکی و نحوه
حمله و دفاع و عقب نشینی و اینها رو یاد گرفته و شاید هم واقعا اگر میگفتن چه باید کرد جوابی نداشت بده، چیزی نمیتونست بگه. فکر میکنم یعنی برای حفظ پرستیژ خودش که دستورات غلط نظامی ندهد این کار کرد. حالا اگر ولیعهد هم اشتباه میکرد اقلا اون ستاد خصوصی در اختیارش بود که تعدادی از افسرانش افسران برجسته‌ای بودند با اطلاعات نظامی کافی که راهنماییش میکردند. خب اون ستاد رو برای خودش درست میکرد، آیا ولیعهد را اصلا تصمیم این کار گرفته بود یا به توصیه رضاخان؟ و اگر این بوده رضاخان با چه ایده این کار رو انجام داد؟ فکر میکنم که یعنی اون موقع البته نتونستم تجزیه تحلیل بکنم چرا این کاری کرد. الان که این سوال فرمودید به نظرم میرسد که بیشتر به خاطر این بود که در آرتش یک قدرت بیشتری به پسرش بدهد که در انتقال قدرت یه مقدار از این قدرت قبلا داده شده که بزرگترینش هم بود، مهمترینش هم بود برای او که همون آرتش بود. و این افسران ستاد خصوصی هم خب با شنیدن دستوراتش که بعضی ها خب درست بود بعضی ها تصحیح می شد، به هر حال اینها می رفتن در خارج، در خارج از اون محل خدمت. این یک نوع ایجاد محبوبیتی بود برای ولیعهد در اون دورانی که تصور میکرد انتقال انجام میشه. الان بنده اینطور میتونم فکر بکنم و با وجود این همون ستاد خصوصی، چون بنده هرچی عرض میکنم که اطلاعاتش در سطح خیلی پایین بود در از نظر نظام، حتی همون افسر مطلع اگر یک مسائلی رو طرح می‌کرد این متوجه اون اصطلاحات نبود و در صدد این که این اطلاعات هم کسب بکنه نبود. در طول این چند سال سلطنت مواردی هست که خیلی زود باور، یعنی خیلی زود میشد فریبش داد برای اینکه وارد نبود، شاید هم از نظر پرستیژ خودش که در مقابل اینها حرفای اینها به اینها دستورات غلطی ندهد و هم اینکه بزرگترین حامی به حساب خاندان ره که آرتش بود قبلا به ولیعهد واگذار کرده باشه تا بقیهش. اونم که در اول جریانات قبلی گفتید همون قضیه فراماسونی بود، دستوراتش به چه صورتی بود؟ دستورات بوده که عوض نکنید و البته خودش هم باید رأی داشته باشد، ولی خوب یه فردی رو بگذارند که مسئولیت این مملکت داشته باشد بدون رأی، هیچ گونه رأی، این هم که نبوده اینطور. خیلی کارها کرد که انگلیس ها که آوردند او رو اونها نمیخواستند یا میخواستند نقاط ضعفی در او پیدا بکنند به وجود بیارند که هر وقت لازم نشد از طریق اون نقاط ضعف او رو بکوبند، که همین کارم کردند. نقطه ضعف مهمش همون غصب کلیه املاک شمال بود،
که بی بی سی در 3 روز متوالی و هر برنامه‌ای که داشت این رو تکرار می‌کرد که رضا خان بزرگترین کاری که بزرگترین خدمتی که به حساب مملکت شده اینه که کلیه اموال مردم شمال غصب کرده به نام خودش کرده. این خب این میشه بنده این رو دیگه نمیتونم مطمئن باشم که آیا انگلیس ها میخواستن این نقطه ضعف رو در او به وجود بیارن یا اینکه خودش چنین هرسی داشته تشویق کردن به وسائل غیر مستقیم که وسائل غیر مستقیم رو هم البته اطلاع داشتم. وسائل غیر مستقیم بود که تشویق می کردند. مثلا در اون موقع بنده هیچ وقت نمی دونستم که تمام این فرماندهان ارشد انگلیسی بودن. انگلیسی اصل که از گروهبانی آورده بود مثلا این کریم بوزرج و مهریر گروهبان بوده، بی سواد، گروهبان بی سواد آورده بود، کرده بود رئیس بلدیه تهران، شهرداری اون بلدیه میگفتیم، بعد هم هر فرمانده لشکر تا 1320 فرمانده لشکر بود و اون این افراد یا در همان زمان یا بعدها به تدریج اینها رو انگلیس ها به طرف خودشون برده بودند. وقت چطور رضا خان به اینا اعتماد میکرد؟ مگه نمیدونست که اینا انگلیسی هستن؟ تو خودم زردستشون چه ایرادی میتونه به اونها داشته باشی؟ خب ممکنه بگه که من اگر به کمک انگلیس ها روی کار آمدم، من اگر به این مقام رسیدم به وسیله اونها، اما من به شما مقام میدهم نه اونها. خب اینه میتونست بگه، ولی خب اینها هم طوری عمل نمی کردن که خودشون نشون بدن، ولی ورزیده شده بودن به تدریج. چون 20 سال همین آدم ها، همین اشخاص محدودن بودن، چه بوده 15 نفر. این 15 نفر اصلا میشون یادتونه؟ بله این فکر کنم میتونم پیدا کنم که یا اسامی در اختیارم قرار بگیره. البته بعضیاش خوب میدونم، مثلا بوزرج و مهری. رئیس ستاد کی بود؟ اون زرقامی بود، با این ارتباط نداشت، تو ژاندارمری بود، مخالف هم بود. مخالف کی بود؟ مخالف قزاق‌ها. ژاندارم‌ها دشمن قزاق‌ها بودند. و خود این با کی بود؟ انگلیسی بود، امریکایی بود، کجایی بود؟ این انگلیسی بود و رضا خان به حساب روسی بود، فرماندهش هم روس بود، سلشگر روس بود. عکس‌های زیادی بود که می آوردن تماشا می کردم. آی بهبودی می آورد، آلبوم داشت.